هدف از خلقت انسان اونطوری که از تعالیم اسلامی برداشت میشه شناخته شناخت خدای متعال یعنی انسان آفریده شده برای اینکه خدا رو بشناسه و به این منظور هم در طول دورانهای مختلف زندگیش روی کره زمین پیامبر یا امام معصوم و یا کتابی براش فرستاده شده خدا به وسیله این هدایتگرهای خارجی و هدایتگر داخلی یعنی عقل راه درست زندگی کردن برای رسیدن به سعادت رو به انسان نشون داده بعضی از مردم شکرگزار این نعمت الهی شدن و دستورات الهی رو اطاعت کردند، بعضی دیگه هم راه کفر رو انتخاب کردن و از دستورات خالق مهربان سرپیچی کردند. یک سری از آدما هستن که دنیا رو ابتدایی ترین مرحله زندگیشون میدونن و خوردن و خوابیدن و کار و تعلیم و عبادت و اطاعت از دستورات پیامبران الهی براشون وسیله و مقدمه برای رسیدن به حیات ابدی و زندگی در سرای آخرت. این افراد خوشبختا و سعادتمندان یک سری دیگه از آدما دل به زندگی دنیوی میبندن و به خوردن و خوابیدن و کار و سرگرمی خوشن و اونقدر مشغول امور روزمره زندگیشون میشن که کودکی و جوونی و پیری و کلا عمرشون رو بدون هیچ هدف و برنامه ای سپری میکنن و اتفاقا خیلی هم از سبک زندگیشون راضی این افراد غافلا و بیخبران اما یک سریای دیگه هستن که خوردن و خوابیدن و پست و مقام و سرگرمی ها و شهوت های دنیا و به طور کلی اهداف مادی سیرابشون نمیکنه و همیشه دنبال گمشده به نام هدف اصلی از آفرینششون می گردن. این دسته به خاطر دوری از مدرسه دین به بعد عالی حیات و زندگی دست پیدا نکردند و از زندگیشون راضی نیستن. این افراد معمولا در دوره میانسالی به پوچی میرسن و با بحرانی به نام بحران میانسالی مواجه میشن و در مقابله با اون یا دست به خودکشی میزنن و یا راهی پیدا میکنن برای رسوندن خودشون به دسته اول و دنیا رو مقدمه قرار میدن برای رسیدن به سعادت و خوشبختی اخروی میان سالی دوره ای از زندگی انسانه که بعد از جوونی و قبل از سالمندی قرار داره و حدود سن چهل تا شهست سالگی رو دربر میگیره و تقریبا توی همین سنینه که حسرت گذشته از دست رفته و ترس از آینده بی هدف در برخی افراد موجب میشه دچار بحران میان سالی بشن امام صادق علیه السلام سن سی سالگی رو سن قوام جسمی و روحی میدونن و سن چهل سالگی رو سن کمال قدرت و سعه و ادراک عقل معرفی می‌کنند. خدای متعال هم در آیه 15 سوره احقاف سن چهل سالگی رو سن رشد و شکوفایی عقلی معرفی میکنه در این آیه میخونیم و هنگامی که انسان به مرحله رشد و شکوفایی تام رسید و چهل سال بر او گذشت میگوید پروردگارا طریق شکر و سپاس نعمتهای خودت را بر من و پدر و مادرم به من الهام فرما و طریق انجام عمل صالح که مورد رضا و تحسین تو باشد را به من بیاموز و در میان ذریه من صالح و صداد را استوار فرما به درستی که من به تو روی آوردم و تسلیم خواست و اراده تو گشتم بیت شعریز عربی منتصب به امیر علی علیه السلام که به طور باید گفت بهترین چراغ هدایت برای کسایی که درگیر بحران میانسالی شدن یا از اون میترسن آنچه گذشته از دست رفته است و آنچه خواهد آمد اکنون کجاست برخیز و این فرصت بین نیستی را دریاب باید گفت عمل به دستورات الهی و آموزه های اسلامی راه خروج از بحران میانسالیه و انسان میتونه از اون طریق و با پیروی از قرآن و اطرت و خدمت به خلق خدا مزرعه امروزش رو برای فردای آخرتش آباد کنه. به امید اینکه با توکل به خدا و عمل به دستورات اهل بیت علیهم السلام از تمام بحرانهای زندگی سربلند بیرون بیایم و به بهترین شکل خودمون رو برای زندگی در دوران ظهور حضرت بقیت الله الاعظم آماده کنیم